ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، از 4 روز پیش در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو در انتظار درخواست پناهندگیش از دولت اکوادور به سر می‌برد. همین امر باعث ایجاد تنش میان آمریکا، چین، روسیه و اکوادور شده و اظهارات اخیر باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر عدم معامله و چانه‌زنی برای استرداد او هم نتوانسته باعث فروکش شدن این تنش شود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین بدون اشاره مستقیم به آمریکا در این باره گفت برخی کشورها باید دست از حملات و اتهامات غیر مسئولانه علیه چین بردارند. آنها باید از خودشان شروع کنند و اقداماتی را برای تقویت اعتماد و همکاری و همچنین تضمین امنیت در فضای سایبری انجام دهند. همزمان رافائل کوریا، رئیس جمهور اکوادور، ضمن رد فشارها و تهدیدهای آمریکا تاکید کرد که تصمیم به اعطای پناهندگی به آقای اسنودن کاملا در چارچوب حاکمیت مطلق این کشور خواهد بود. Unilateral e irrevocablemente a ella. Así que quédense con su. آقای اسنودن از طرف دولت آمریکا متهم به افشای اطلاعات محرمانه از جمله موضوع رصد ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان شده است.